عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، با توجه به استراتژی دوگانه ایران در افزایش آمادگی نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک و در پی حمله اخیر اسرائیل به ایران، به نظر شما کدام یک از این دو رویکرد می‌تواند برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها مؤثرتر باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام. با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و همکاران گرامی. همونطور که قبلا حدود یک سال پیش عرض کردم، از دستاوردهای هیچ برای مردم، از این هیاهو برای هیچ، مطالبم رو که با تطبیق با واقعیت هست بیان میکنم. بنده هدف مقدس و با اهمیتی از این جنگ و این ماجراجویی ها نمی بینم و به نظر اراده اداره کننده اصلی دنیا جهت تأمین منافعشون و آخرین مراحل حل معضلات ساختگی در معادلات منطقه و دنیا که مقدمه تغییرات اساسیه که قرار طی 4 یا 5 سال آینده صورت بگیره، که تغییر نوع نسل بشر و ارتقاء سیستم فکری و عملکردی رو در یه بستر متفاوت پیش بینی میکنم. ببینید، سیستم جدید ایجاد درگیری‌های اخیر که تقریبا طی عملیات طوفان الاقصی توسط حماس شروع شد و باعث شد که مشکلاتی رو که در منطقه تحت حمایت حماس باشه و اون بلایی که سر مردم غزه اومد و ضربات مهمی که در مجموعه مقاومت در فلسطین و لبنان زده شد، مقدمه برچیدن پایگاه‌هایی بود که قدرت دفاع متحرک خارج از مرزهای ایران رو مورد تهاجم جدی قرار داد و شاید به نتیجه حل مشکل یمن و سوریه و لبنان با همکاری ایران منجر بشه. در همین راستا درگیری‌های موشکی و بمباران هوایی و پهپادی ایران و اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده که بازیگر اصلی اراده حل معضلات با همکاری دو طرف رو داره. ظاهر امر درگیری و عملیات روانی و تبلیغاتی هم مازاد به این عملیات کمک به ماجرا میکنه و همونطوری که در گزارش هم اشاره شد، بله، حرکات دیپلماتیک ایران هم شاهدی بر حل مشکل بزرگتر و اساسی در آینده خواهد بود که نهایتا میز مذاکره رو پیش بینی میکنیم و مستحضرید که آقای پوتین هم در حرکتی نچندان جدی به شرط درخواست طرفین یعنی ایران و اسرائیل اعلام آمادگی برای میانجیگری کرده. و مزاد بر این توضیحاتی که من دادم، این درگیری‌ها در آستانه انتخابات ایالات متحده جهت افزایش شانس پیروزی به نفع یکی از کاندیداهاست و همچنین جهت مصارف داخلی دو کشور، بله، مشکلات روزافزون گسترش اختلاس‌ها و فقر و بی‌عدالتی و برای جلوگیری از شورش و اعتراضات مردم در ایران و همچنین اسرائیل که من امروز گزارش رو که می‌دیدم که فرودگاه‌های اسرائیل مملو از افراد سرمایه‌دار و سطوح بالاست که جهت خروج از تبعات جنگ احتمالی و با توجه به احساس عدم امنیت و آرامش می‌خوان اسرائیل رو ترک کنن. و واقعاً امیدوارم که این درگیری‌ها و مخاصمه با دخالت بزرگان و اندیشمندان و حکمت و دوراندیشی که به کار خواهد برد از اقلای دو طرف و سایر کشورها هرچه زودتر به اتمام برسه و در حقیقت این اهداف بی اهمیت و مضحکه موشکپرانی ها که نهایتا قربانی از افراد بیگناه خواهد گرفت به مسیر پایان هدایت پیدا کنه. بله، امیدوارم که تونسته باشم منظور گزارش رو برسونم. ممنونم از شما. در خدمت هستم. متشکرم. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.